Good morning, 21st of March 2023. I am still in front of UK's Foreign Affairs Office. سلام وحید جان، خواسته برحق تو مبنی بر اینکه سپاه پاسداران یک بار برای همیشه در جای درست خودش، یعنی در لیست سازمان‌های تروریستی بین المللی قرار بگیره، به گوش همه رسیده. این خواسته تو خواسته میلیون ها ایرانی هستش که اون رو با جانفشانی در خیابان های کشور فریاد زدن و ایرانیان خارج کشور هم همگام و همسو با هموطنان داخل کشور اون رو در شهرهای بزرگ دنیا با تجمعات اعتراضی فریاد کردن تا به گوش دولت مردان خودشون برسونن. دلیری از خودگذشتگی و ایثار تو یار عزیز و بزرگوار و همسنگر گرامی ستودنی هستش. از تحصن و اعتصاب قضاعت حمایت میکنیم. ایران آزاد و به دست دلیر مردان و شیر زنان آباد خواهد شد. برای اون روز مبارزه رو ادامه میدیم. It's Ukrainian Norwegian national. I'm opposite the Foreign Office with Vahid Bashti. He's on day 23 of the hunger strike. This is to make the UK government recognise the IRGC as a terrorist organisation. They have links all across the world, not only to what's happening in Iran, but in Ukraine and Israel. And it's really important that us as a country get behind this cause. از این طریق به برادر عزیزم آقای وحید بهشتی بگویم که این خواسته ای که شما به خاطر آن بیش از 20 روز است در برابر وزارت امور خارجه انگلستان دست به تحصن و اعتصاب قضا زده اید، خواسته به حقی هست و خواسته میلیون ها ایرانی هست. سلام و درود خدمت وحید بهشتی عزیز. کاری که شما انجام دادید قابل تقدیر هستش. من این حرکت زیبای شما رو حمایت میکنم و در کنار شما هستم. سلام و درود بر شما آقا وحید عزیز. خواسته شما خواسته تمام ما ایرانیانه. عرض سلام دارم خدمت جناب آقای وحید بهشتی. اکنون که 24مین روز از تحصن شما در جلوی وزارت خارجه انگلستان برای تروریستی شناخته شدن سپاه پاسداران می‌گذره، بنده صمیمانه از شما تشکر می‌کنم و حمایت خود را نسبت به شما اعلام می‌کنم. The two golden rules for victory. Rule number 1: Always remember that perseverance pays off. Rule number 2: Never forget rule number 1. And I am here in solidarity with Vahid because of what he is doing against the IRGC. Those people are the reason why we are going through all this suffering, and this suffering should stop by stopping them. جان، خدمت شما سلام عرض میکنم. میخواستم فقط خدمت عرض کنم که واقعا به رشادت و این از خودگذشتگی شما من رشک می‌ورزم و باعث افتخار من و افتخار 85 میلیون ایرانیه که منتظرن که دنیا جواب این سپاه پاسداران واقعا یک سپاه تروریستیه بدن و قبول کنن این حرف. درود بر شما آقای وحید بهشتی، من هم از شما پشتیبانی می‌کنم. خداوند نگهدارتان باشد.